درود به همه شما دوستان عزیز محترم در هر کجا که هستید خوب و خوش سلامت سرهاد محتقی استم و سلامت باشید فرهاد متقی هستم خبرنگار مستقل و آزاد که با اون وعده دیروزی که داده بودم امروز به حالا تحقق پیوست با بخش ویژه خبری در رابطه با ناگفته های جنگ روسی و اوکراین در خدمت شما هستم قبل از اینکه این بخش ویژه خبری شروع کنم ازتون خواهش میکنم اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید و اینکه ویدیو رو لایک بزنید در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید اما روسیه و اوکراین خیلی موارد زیادی داره داخل خودش که به خاطر پروپاگاندایی که هر سه طرف این داستان دارن انجام میدن یه طرف روسیه یه طرف اوکراین و یه طرف هم آمریکا و کشور اروپایی خیلی سخته که آدم بتونه بفهمه آقا دقیقا چه خبره اما امروز میخوام در مورد بعضی از فکت ها صحبت کنیم یعنی اگه میخوام به پروپاگاندا بپیوندیم به نمیدونیم واقعا کدوم درست کدوم غلطه ولی یه سری موارد هستش که اینا فکت امروز اونها رو با هم بررسی میکنیم نتیجه گیری با شما اینم بگم تمام مواردی که میگم از جنایتی که پوتین داره انجام میده کم نمیکنه تجاوزگر روسیه است اوکراین مظلوم واقع شده اما یک سری قدرت های جهانی دارن از این جنگ استفاده میکنن تا جیباشون رو پروپول کنن پوتین هشدار داده که اگر ایالات متحده موشک های دوربرد به اوکراین بده روسیه به اهداف جدیدی حمله خواهد کرد پوتین به رسانه های دولتی گفت هدف از دادن سلاح های جدید به کیف تنها تداوم درگیری مسلحانه و کش دادنش تا هر زمانی که امکان پذیره اضافه کرد پس از ارسال موشک های دوربرد و اوکراین مسکو نتیجه گیری مناسب رو حتما انجام میده و بعد ما با تسلیحات خودمان به تاسیساتی که هنوز هدف قرار نداده ایم حمله میکنیم پوتین همچنین گفته در صورت تأمین آنها از این موضوع نتیجهگیری مناسب خواهیم کرد و از قدرتی که در اختیار داریم استفاده میکنیم تا بتونیم ضربه بزرگتری بزنیم بر اساس ترجمه که در سایت های روسی انجام شده رئیس جمهور روسی در پاسخ به بیانیه های ساده شده از سوی کاخ سفید در مورد تأمین سامانه های موشکی پرتاب چندگانه MLRS به اوکراین این سخنان رو گفته اینم سایتشه که مطلب رو پابلیش کرده اما چند روز پیش بایدن تاکید کرد که ایالات متحده پس از درخواست اوکراین سامانه های موشکی پیشرفته تری را به اوکراین ارسال خواهد کرد بایدن گفت بسته جدید آنها را با قابلیت های جدید و تسلیحات پیشرفته از جمله HIMARS با مهمات میدان جنگ برای دفاع از قلم روی خود در برابر پیشروی های روسیه مسلح میکنه بایدن گفت ما به عنوان رهبری جهان خودشم خیلی کلفت میدونه داداشمون بایدن گفته ما به عنوان رهبری جهان در ارائه کمک های تاریخی برای حمایت از مبارزه اوکراین برای آزادی ادامه خواهیم داد این سخنان به سیستم های موشکی های مارس که توپخانه هستش با تحرک بالا اشاره داره که در ایالات متحده تولید میشه و بسته به نوع موشک میتونه اهدافی رو تا فاصله 300 مایلی مورد اصابت قرار بده اوکراین به دنبال سامانه های موشکی پرتاب چندگانه مانند md 70 و m 142 و های مارس برای حمله به نیروها های تسلیحاتی در پشت نیروهای روسیه آنتونی بلینکن خبرنگاران گفت که ایالات متحده مهماتی رو میفرسته که به اوکراینیا امکان میده با دقت بیشتری به اهدافی در میدان نبرد از فاصله دورتر حمله کنند در حالی که ادعا کرد که اوکراین تضمین داده که نیروهاش به اهدافی در داخل روسیه حمله نمیکنه یعنی قول دادن که اونور مرز رو نزنن که این وسط البته یکی دو بار زدن دیگه یکی دو بار زلنسکی دستورش رو داده و زدن در همین حال نیروهای روسیه برای اولین بار در چند هفته گذشته کیف رو مورد حمله قرار دادن در حالی که مقامات اوکراینی گفتن که یک ضد حمله در میدان اصلی نبرد در شرق نیمی از شهر سیویرو دونتسک رو تونستن طبق اون پس بگیرن اوکراین گفت که روسیه این حمله رو با استفاده از موشک‌های دوربرد هوایی انجام داده میخائیل و پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین در توییتر نوشت حملات موشکی امروز به کیه فقط یک هدف داره و آن کشتن هرچه بیشتر مردمه در همان مصاحبه که در آخر هفته منتشر شد پوتین همچنان گفت که نیروهای ضد هوایی روسیه سلاح‌های اوکراینی متعددی رو سرنگون کردند و آنها رو مثل مهره میشکنند مقامات دولتی به روزنامه ال گفتند با تاکید بر تعداد تسلیحاتی که به اوکراین ارائه میشه دولت اسپانیا مجوز ارسال موشک‌های ضد هوایی به کیف رو صادر کرده روزنامه تایمز هم گزارش داد یکی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور پوتین هشدار داده که اگر اوکراین از سامانه های موشکی ارائه شده توسط ایالات متحده برای انجام حملات به خاک روسیه استفاده کنه مسکو میتونه شهرهای غربی رو هدف قرار بده دیمیتری مدودوف مدودوف هشدار داد اگر این سلاح علیه خاک روسی استفاده بشه نیروهای مسلح ما چاره جز حمله به مراکز تصمیم گیری نخواهند داشت گفت البته باید درک کرد که مراکز تصمیم گیری نهایی در این مورد متاسفانه در قلم رو کیف قرار نداره منظور مدودوف این بودش که اگر این اتفاق بیفته به کشورهایی که تسلیحات در اختیار اوکراین گذاشتن به اونها حمله میکنیم میگه در قلمرو کیف قرار نداره در حقیقت در قلمرو اوکراین هم قرار نداره اما بعد از این همه دروغویی بالاخره مقامات ایالات متحده اعتراف کردن که در مورد موفقیت اوکراین و شکست روسیه دروغ گفتن مدت ها بود داشت که آقا یه حول کوچیک دیگه بدن روسیه باخته شکست خورده خسته شدن برگشتن پوتین دنبال اینه که بخواد جنگ رو تمومش کنه برخلاف محاسبات حالا قبل از حملش اتفاق افتاده اشتباه محاسباتی کرده بود و غیره که الان خودشون اومدن حرفشون رو پس گرفتن ان بی نیوز که به با عنوان رسانه طرفدار پوتین شناخته نمیشه این بمب خبری این هفته منتشر کرده ایالات متحده و ناتو در مورد آنچه واقعا در اوکراین در حال وقوع دروغ گفتن یکی دای جالبی بود که در سرتاسر سر جهان خبرساز شد مقامات ایالات متحده گفتن که نشانه هایی دارن که نشون میده روسیه ممکنه برای استفاده از تسلیحات شیمیایی در اوکراین آماده بشه جو بایدن بعدا اینو علنا گفت اما سه مقام آمریکایی این هفته به NBC نیوز گفتن که هیچ مدرکی وجود نداره که روسیه سلاحای شیمیایی شیمیایی نزدیک اوکراین آورده باشه اونا گفتن که ایالات متحده این اطلاعات رو برای جلوگیری جلوگیر از استفاده روسی از مهمات مهمات ممنوع منتشر کرده یکی از مجموعه ای از نمونه های شکست دولت بایدن از سابقه اخیر با بکارگیری اطلاعات محرمانه به عنوان بخشی از جنگ اطلاعاتی علیه روسی است مقامات گفتن که دولت حتی زمانی که اطلاعات قوی در این رابطه نداشته این کار را انجام داده بوده تا بتونه پوتین را از تعادل عصبی خارج کنه این هفته جک سالیوان پشت تریبون کاخ سفید ایستاد و را که مقامات میگن اطلاعات محرمان تر هست خواند و تاکید کرد که خروج روسیه از مناطق اطراف کیف یک عقب نشینی نیست بلکه یک استقرار مجدد استراتژیکه که نشان دهنده حمله قابل توجهی به شرق و جنوب اوکراین میتونه باشه جنگی که مقامات آمریکایی معتقدند میتونه یک جنگ طولانی و خونین هم باشه این اطلاعات هیچ کمکی به عدم تعادل پوتین یا فرماندهی نظامی او نکرد در عوض آنها مدافعان ماریوپول رو به خاک و خون کشیدند و به طور پیوسته در حال بازپسگیری مناطقی در دونباس هستند که زمانی تحت کنترل اوکراین بوده تایید جک سالیوان مبنی بر اینکه اوکراین روزها را رو شکست نداده و آنها را مجبور به خروج از کیف نکرده گویای همه چیز است یادواری میکنم که آندری مارتیانوف، اسکات ریتر، داگ مک گریگور اون صف تانکای روسی واقع در شمال کیف به عنوان بحثی تصویری تحلیل کردند که نیروهای کلیدی اوکراینی رو در اطراف کیف نگه میدارن در حالی که روسها یک استقرار استراتژیک در دونباس انجام میدادند تا روی انهدام مناطق مستقر نیروهای اوکراینی کار کنند اگر فکر میکنید که غرب از این موضوع درس گرفته باید بگم که اشتباه دارید میکنید وزیر اقتصاد آلمان روبرت هابک این هفته این مطالب رو در دولت خودش عنوان کرده همونطور که میبینید باز هم در تیتر نوشته که زمان برای روسیه داره پایان میرسه و جالبه بدونید که تحریم های غرب در پاسخ به تهاجم مسکو به اوکراین همچنان تلفات سنگینی بر ماشین جنگی روسیه وارد میکنه اینو خوز اولات روز روبرت هابکه گفته تحریم های غرب در پاسخ به تهاجم مسکو به اوکراین همچنان تلفات سنگینی بر ماشین جنگی روسیه وارد میکند اقتصاد روسیه در حال فروپاشیه و افزود که آلمان نقش خود را در اینجا با کاهش 60 درصدی صادرات به روسیه در ماه مارچ ایفا کرده که انتظار میره در آپریل افت شدیدتری هم داشته باشد. سوال واضح که برای هر خبرنگاری برای هر عقل سلیمی پیش میاد کسی که حالا به اندازه یک گرم فسفر در مغزش وجود داشته باشه اینه که آقا شواهدی وجود داره که اقتصاد روسیه در حال فروپاشیه شما این دیتا از کجا میاد با چه عدد و ارقامی دارید میسنجین حقیقت اینه که همه دارن نسبت همه چیز نظر میدن و بازم میگم یکی از بزرگترین مشکلات ما در بین مردم خودمون هم اینه هر کسی هر چیزی رو که آرزو داره سعی میکنه تحلیلش رو بر پایه اون بچینه آلمان هم فکر میکنه فقط به این دلیل که تصمیم گرفته که از نفت روسیه نخره یه حالا ضرر سنگینی زده این کار که حالا خیلی معتقدن که یه هار... هاریکاری یا خودکشی ژاپنی هستش این به این معنی نیست که روسیه از نظر مالی دچار خونریزی میشه که اکونومیست دو هفته پیش گزارش داد که روسیه مازاد تجاری بی سابقه ای داره مازاد تجاری یعنی که روسیه الان توی واردات مشکل داره ولی تو صادرات اصلا مشکل نداره وضعیت مالیش بهتره از لحاظ اقتصادی ارزش پولش بیشتر شده هیچ کدوم از اون اتفاقاتی که در مورد روسیه میگن که الان شکست خورده مشکل مالی تحریم ها اثر گذاشته و غیره همش دروغه رجوع کنید به سایت اکونومیست همین مقاله رو تیترش رو بزنید میاره همه رو براتون به ریز آورده اما درسته که روسیه از طریق بازار آزاد مرسدس و بی کمتر وارد میکنه اما اول روسیه خیلی مردمش نتونستن که یعنی انقدر هیچ پول نداشتن که دنبال اقلام لوکس برن خیلی برندهای مختلف اونجا شعبه ندارن نه که ندارن خیلی تعداد شعبه هاشون زیاد نیست و اینکه مافیای روسیه بیش از حد اعتقاد داره که میتونه این شکاف رو پر بکنه و اگر هم لازم باشه که از این کالا بیاره معمولا از بازار سیاه به دست میارن ولی به نظر میرسه که غرب هیچ موقعی مسائل رو یاد نمیگیره و هابک اولین قانون مدیریت بحران رو فراموش میکنه وقتی در چاله ای هستید حفاری رو متوقف کنید او این ادعای عجیبتر رو مطرح کرده گفته مسکو دسترسی به بخشهایی رو که برای تواناییش برای مبارزه با جنگ حیاتی بود از دست داده مانند آبدیت های امنیتی برای هواپیما ها که در نتیجه هواپیما ها به زمینگیر میشه یه چیزی که یه آدم متوسط مبتدی هم با گوگل ساده به دست بیاره این آدم ها که حالا تا آدم دارن که با گزارش می نویسن خلاصه نویسی میکنن میدن می دن باید بدونن در مورد کی دارن صحبت میکنن این گزارش ها که به طورت گسترده در حوزه عمومی در دسترسه رسه معلومش نرسته. که روسیه مدت هاست که هواپیما هاشو خودش داره می سازه هواپیما هلیکوپتر و غیره اینجوری نیستش که لازم باشه اگر نرم افزارش آپدیت بکنه بعد از جای بگیره موشکاش هم خودش داره می سازه مدت هاست که به تکنولوژی شاتل به ایران هم داده از اون بریم جلوتر شاتل های فضایش هم داره خودش میسازه بر همین خیلی جای خاصی وجود نداره که لازم باشه که مثلا مثلا بره برای تا تانکاش هم خودش میسازه پوتین صنایع مهمش رو به چین و مکزیک برون سپاری نکرده واقعیت اینه که به ایالات متحده و متحدان اروپاییش یادآوری میکنه که روسیه تنها ابرقدرت با اقتصاد خودکفاست یعنی صنایع اصلیش رو خودش داره هندل میکنه و اصلا مثل جمهوری اسلامی نیست که الان مدت هاست هواپیماش داره سقوط میکنه به خاطر اینکه تحریم و, و قطعات رو نگرفته اون تا دا صد دارن داخل کشور میسازن اما یه خبر دیروز از بی بی سی آراتو خوندم متن خبری بودش که سربازه روسی خسته شدن و احتمال داره دیگه نخوان جنگ کنه از این چرت و پرتو که فقط از رسانه جریان اصلی میاد بیرون و کیلومتر واقعیت فاصله داره خبر 180 درجه چرخونده شده سربازان اوکراینی هم که گفتن خسته شدن و دیگه نمیخوان مبارزه کنن حتما فکر میکنید که اینم خالی بندیه من اول همینجوری فکر میکردم مثل شما ولی رفتم سرچ کردم فیلماش رو پیدا کردم از تعداد زیادی از گردانها ها و تیپ های مختلف که در همین رابطه صحبت کردن بخشی از اینا رو فکر کنم ضرر نداره اگر بذارم با هم دیگه ببینیم اونا که زیرنویس انگلیسی داره یه جایشو من بر شما حتما سعی میکنم که ترجمه کنم وگرنه غیر از اون من متأس خیلی هم دوست داشتم هنوز فرصت نکردم زبان روسی رو میخواستم اضافه کنم که لاغر پنجمین زبانم زبان روسی باشه فکر کنم به درد بخوره یه جایی شکایت 11 واحد جنگی اوکراینی توسط فرماندهان ارشدشون این تصاویر نشون میده که اوکراین در حال شکست دادن روسیه میتونست باشه ولی این نیست در حقیقت برعکس و تعداد زیادی ویدیو از سربازان عصبانی اوکراین در هفته گذشته در شبکه های اجتماعی اوکراین منتشر شده جدا از گردان آزوف که 2500 جنگجو رو در ماریاپول تسلیم کرد سربازان اوکراینی وارد عمل شدند و برای مبارزه با روسها به, دم... به اعزام شدند که از سلسله فرماندهی آنها به دلیل عدم تأمین صحیح سلاح و تجهیزات و مورد نیاز برای مبارزه با روس‌ها عصبانی هستند این لشکر سی تیپ 115 من اگر بخوام از روی تصویر بخونم باید مثل شما بخونم دیگه میگه اول سن میخواستیم که ولادیمیر زلنسکی صدای ما رو بشنوه و همچنین زالوژنی میگه کسی که مسئول حالا فکر کنم فرمانده کل قواشون دیگه احتمالا میگه می چند وقت قبلم یه ویدیوی شبیه این از لشکر صد15 رکورد شده بود و منتشر شده بود میگه می ما جوخه ای هستیم برای و گردان سوم که الان بیسمون کجاست ببینم الان در همون سیور دونتسک هستن دارن شکایت میکنن به شکایت میکنن به شما آقای رئیس جمهور و همچنین آقای زالوژنی از طرف تمام مردم اوکراین میگه ما سرپیچی میکنیم از ادامه دادن فرمان مبارزه بر پایه این حقیقتی که ما حمایت لازم رو در پشت سر خودمون نداریم میگه همچنین رهبری درست حسابی هم نداریم میگه از هفته دوم ما منتظر نیروی کمکی بودیم که بیاد به ما ملحق باشه <applause> میگه ما رو خیلی ساده فرستادن به سمت مرگ قطعی میگه هیچ هیچ که میگه میگه حتی کوچکترین رهبری در این جنگ برای ما وجود نداره اینجا حتی یک فرمانده ساده جنگی هم بالا سر ما نیست یعنی این هم فرستان گفتن آقا برید با توفنگ آپاش دشمن بکشید شهر آزاد کنید بیایید نمائی... هیچ تکنولوژی نداریم هیچ احترامی برای مردم وجود نداره کاملا همه چیز صفره ما گرچه که از دفاع کردن از شهر خودمون از ایالت خودمون قافل نمیشیم این لشکر سه تیپ 115 اما بعدی که براتون پلی میکنم این گروهان دوم گردان 46 تفنگی این شکایت عادی سربازا در مورد شرایط نیست همه همه در تمام جنگ ها در طول تاریخ با شکایت از غذای بعد آب و هوای وحشتناک فرمانده های سختگیر و تصمیم احمقانه شکایت کردند ولی اولا که تعداد اینا تعداد کمی نیست یعنی جوخه های مختلف و غیره شما اگه دقت بکنید و دونه دونه برای شما پلی میکنم آدمای مختلف هم که میان مشکلاتشون رو میگن با دست خالی فرستادنشون جلو من مودم پس این همه میلیون دلاری که کشورهای مختلف اینگه ما داریم میفرستیم واقعا داره میرسه یا داره همونجا هواپیما بلند نشده با پولا داره دور میزنه میره همون آمریکا خالی میکنه پولا رو دسته سوم اینا گردان چلوشیش پیادن این چیزی متفاوت که یکی از دلایل پیشرفت روسیه در دنباس و همچنین شایعات در مورد کودتا برای برگزاری زلنسکی رو توضیح میده مدت هاست که شایع شده که احتمال داره که کودتا کنن زلنسکی رو برش دارن باز یه مقدار به اون شایعات دامن میزنه که چرا پوتین میگفتش که باید رفراندوم برگزار بشه و مردم اوکراین اونجا بتونن خاطر جمع در یک انتخاباتی که کلوبرداری تقلب نباشه انتخاب بکنن این سربازان هنوز به جنگیدن برای اوکراین اعتقاد دارن اما تمایلی به خودکشی و پیروی از دستورات دیوانوار ندارن این تیپ 115 چندین ویدیو منتشر شده که سربازان درخواست رسمی رو به رئیس جمهور ارائه میدند این یکی تصویر گردان 13 تیپ 58 موتوری و پیاده بعضی معتقدند این ویدیوها توسط روسا ساخته شده اما سوال اینجاست که چرا این ویدیوها رو اوکراینیا در شبکه‌های اجتماعیشون دارن پست میکنن یعنی میدونی که سری میان می میگن نه اینا رو خود روسا ساختن میگن خواهی روسا ساختن چرا دارن اوکراینیا اینو شیر میکنن اما تیپ پیاده نظام 71 یاگر اینا سربازای واقعی اوکراین اند و در صحبت کردن و خطرات بزرگی رو برو هستن این فقط یک یا دو نفر ناراضی نیست که شکایت میکنن تعدادشون خیلی زیاده و من دیگه اگر خورد نشون میدن تیپ 14 اوکراین گردان 6 گروهان 4 و 5 و 6 این یکی بازم سعی بخشی از مشکلاتشون رو بگم این دفاع سرزمینی چرکاسیه نوشته ما مبارزان چرکاس هستیم که دفاع منطقی انجام میدیم و الان در میلا مستقر هستیم اینا معمولا مشکلاتشون همونه دیگه یه سری آدم و فقط من مرده اون سه چهار نفرم که دراز کشتن دارن بیانیه میدن اینا بدون تجهیزات و بدون هیچی اونجا رها شدن و میدونن که با دست خالی برن قاعدتا با همه اولین گلوله میمیرن دیگه یا همینه که میخوان نکنن این کارو حالا چه جوریه که کشورهای اروپایی و آمریکا مرتها هنوز دارن میگن که آقا این جنگ برنده داره و احتمال زیاد داره حتی اوکراین در روسیه پیروز بشه تیپ تهاجمی جداگانه هوابرد که اینا بعضیشون میترسن از نون خوردن بیفتن تصویرشون شطرنجی کردن این تیپ سی مکانیزه گروهان نه گردان سه ما ازت میخوایم که کاری انجام بدی برای ما به ما تجاوز شده ما نه مدیریت درست حسابی داریم نه فرماندهی داریم نه رهبری داریم نه حرفشون تقریبا ثابته دیگه زلنسکی آدمیه که چون بازیگر بوده جلو دوربین خوب میدونه چی کار کنه ولی واقعیت در حد رهبری جنگی تا الان چیزی ازش ندیدیم تیپ 57 موتوری هم این یکی هستش که اینا هم باز آدرس بالا رو حتی اگه بزنین همه اینا رو میتونید توی کانال خود تلگرام اوکراینیا بگیرید اما یه چیزی دیگه هم بهتون نشون بدم جالبه یه صفحه ای از در توییتر خیلی معروفه صفحه که خیلی از خبرهای ترور و غیره رو خیلی دودتر از بقیه میاد میزنه اسم این صفحه ترور آلارمه که مثلا آینم بگم جالبه گفته آخر هفته صدای عجیب غریبی از ایران خواهید شنید یعنی احتمال زیادی که در ایران هم اتفاقی بیفته این ویدیویی که الان برای شما پلی میکنم و اول متن رو بخونم متن نوشته به به اصطلاح شبه نظامیان مردمی جمهوری موسوم به دونتسک به وضوح یک شوخیه اوکراین و ناتو طرحی مبتکرانه در توسعه دارند که به زودی لبخند آنها را از صورتشون پاک خواهد کرد این نیروهای مردمی که میگن یه چیزی توی این مایه ها ببخشید اینا نیروهای مردمی یعنی که وقتی صحبت میکنم میگن نیروهای مردمی قرار مبارزه کنن اینا رو منظورشونه که صفحه ترور آلار میگه این فقط یه شوخیه که کسی بخواد در جنگ روی همچین نیروهای حساب واکنه که بگه آقا مثلا ما جنگ و برنده شدیم اینا قاعدتا میتونستن که نخواهیتا یه مهمونی دعوت بشن و اونجا رو سر مردم جا داشتن ولی در جنگ قاعدتا فکر نمی کنم به جایی برسن این بخش خبری رو میشه تا پس بردا ادامه داد یعنی انقدر مطالب هست یه بخشیش رو گذاشتم یه بازخورد بگیرم ببینم که جنس فوشایی که میخوارم بعد از این چجوری جوری خیلی میکنم اگر که علاقه داشتید بعدا سعی می‌کنم ادامه بدیم با هم دیگه اما ممنونم که همین بخش خبری هم با من دنبال کردید اگر که از اخبار انتخابشون و نوع بیانش راضی بودید ممنون میشم لایک بزنید به دوستاتون به اشتراک بگذارید و اینکه اگر در کانال تو حالا سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بیشتر با هم باشیم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید تا اخبار امروز خدا نگهدار